تلفن زنگ زد، 6 و 7 بعد از ظهر بود. رفیق کردم همسایه داریوش گفت داریوش را کشتن، پروانه را هم. خیلی تلخ بود. 2-3 هفته قبلش بود که با پروانه صحبت کردم در رابطه با دختر دوست از یا از دست رفتم، زنده یاد احمد اموالی مدیر پرخاش، به من زنگ زد گفت ای رضا این دوستای روزنامه نگارت که میان، فلانی مترجم خوبیه، خوب بلده بنویسه به انگلیسی، معرفیش کن برای مترجمی. گفتم مترجما رو که وزارت ارشاد تعیین میکنه به عنوان راهنما؟ گفت نه، این میتونه اونجا کار خودش رو راستوریس کنه. و داریوش هم وقتی فرانسه اومده بود پیش پوشنگ کردستانی بود، پیش دوستای دیگرش بود، و چه بسیار که تلفنی با هم صحبت کردیم و اون یک نوبتی که دیدمش. داریوش فروهر گون که در جریان انقلاب در واقع یه مقدار با هم اختلاف پیدا کرده بودیم، ولی به علت اون ارتباط کهنی که با پدر و حسن علی خان سارم کلانی دوران دانشجویی دانشکده داشتن، اون نوبتی که در جلالیه رفتیم با اون اتومبیل فولکسش و سخنرانی زنده یاد دکتر شاپور بختیار اون رو چقدر تکان دهنده بود، همه جا در پس زندگی من حضور داشته. در اعتصاب مطبوعات یه روز پیشش رفتیم، زنده یاد رحمان عاطفی هم بود، نشستیم، من و علی باستانی بودیم و رفتیم. علی جان سلام، آذر عزیز سلام، درود بهتون میفرستم، درود به نوید عزیز که مراقب شماها هست. بعد اونجا به داریوش گفتم آقا این در نیاوردن روزنامه داره به نفع آخوندا میشه، برای اینکه الان خبراشون داره از بی بی سی پخش میشه، اعلامیه ها و کاستاشون هم داره میاد، روزنامه های زیرزمینیشون هم توزیع میشه، در حالی که ما روزنامه ها رو تعطیل کردیم. گفت باید یه فکر اساسی بکنیم و از پیشش اومدیم، پیش مرحوم سنجابی هم رفتیم و اونا هم معتقد بودن ما باید روزنامه رو دراریم اگر دولت جلوشو گرفت اعتصاب بکنیم. به هر حال زنده یاد دکتر بختیار اومد ماده 5 رو برداشت و ما روزنامه ها رو منتشر کردیم. در وزارت کارم یه روز دیدنش رفتم که یک موردی بود برم باش صحبت کنم و می دیدم که به مرور داره افسرده میشه. حس می کردی که داریوش یه دفعه خلاف اون چی رو که فکر می کرده دیده، سرش به سنگ خورده، حالا چیکار کنه؟ یه عمری مبارزه کردن که بیان به اینجا برسن، یه سید رولای خمینی بهشون دستور بده خلخالی آدم بکشه و اینا باید بیان دستورالعمل بگیرن از آقای بهشتی و از الباقی. خیلی آزرده بود، خیلی زیاد. تو اینا فقط مرحوم منتظری رو آدم صادقی میدونست. به هر حال در اون بعد از ظهر یک شنبه پاییزی سرد اینجا تمام مدت اشک ریختم و بعد میگفتم پروانه، پروانم آره، تا اینکه در جریان قطعه زنجیری قرار گرفتم، لزومی نداره تکرارش کنم، و اطلاعات دقیقی به دست من رسید چرا داریوش رو کشتن، برنامه‌اش چی بود. و این رو براتون بگم که وقتی همکار من نورا فاخوری نویسنده بزرگ و سرشناس المجله به ایران میرفت، ترتیبی ما با داریوش دادیم که نورا رفت به خونش. نورا در هتل لاله بود، یاران و بچه های داریوش اومدن و از زیر زمین هتل او رو در پشت یه ماشین گذاشتن، روش یه چادری کشیدن و مخفیانه بیرون بردنش، چون ماموران دنبالش بودن که هر جا میرن. نورا این منظره ورود به خونه داریوش، این جوانایی که ردیف ایستاده بودن با اون لباساشون، خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. اومد اینجا بعد از زولی با عبدالرحمن راشد سردبیر نشستیم که تیتر انتخاب بکنیم و نورا گفت داریوش فروهر منو به یاد گاندی میندازه، گویا که هیچ نوع با هم همسنخی از نظر قیافه و قد هیکل ندارن، ولی این که میخواد مبارزه غیر مسلحانه بکنه و این رژیم رو براندازد،
او رو به گاندی نزدیک میکنه و چقدر آدم دلپذیریه، چقدر همسرش بانوی گرامی است. در یکی از اون حرفای معدودی که از داریوش مونده، ببینید آزردگیشو از جمهوری جهل و جور و فساد چگونه بیان میکنه. 20 سال پیش: رشد سرطانی کردن و حقوق ملت رو به کلی پایمال کردن، پس باید قانون اساسی دیگری رو طلب کرد، قانون اساسی که در بردارنده حقوق ملت باشه، قانون اساسی که حیثیت ذاتی بشر رو اونچنان که در جهان شناخته شده است پاس بداره. خلاصه کلامم این که در جهان امروز در آمیختن دین و دولت بدترین قانونها، نارساترین قانونها رو پدید میاره. قانون اساسی تازه ایران باید بر پایه جدایی دین از دولت باشه و این قانون اساسی رو یادتون باشه فروهر در ایران صحبت میکرد، جدایی دین از حکومت حرف مهمی بود در اونجا. یک حکومت مردم سالار سکولار که همه امروز دنبالش هستن در اون زمان مشکل بیان میشد، ولی او با شجاعت این رو گفت. و پروانه بانوی نازنین همه ما که همه مثل خواهر و مادر دوستش داشتیم، او هم وقتی فرصتی پیدا کرد درباره حقوق زنان و مردان حرفای جالبی زد که هنوز در گوش من زنگ میزنه. گوش بدید. مثل یک اشکالی در صدا داره، ولی پروانه در اینجا تأکید میکنه، میگه وقتی که آقایون میگن خواهر من سر تو بپوشون تا مردانگی منو تحریک نکنی، این بزرگترین توهین به مرده. یعنی مرد اینقدر بدبخت و زبون و ضعیفه که با موی من مردانگیش به جوش میاد؟ این توهین به مردا بیشتره تا به زنا. و دفاع جانانهی کرد از حقوق زنا. و طبیعتا وقتی این ناجوان مردها بالا سرش رفتن، منزل فروهرها توی سیستم شنود نظام بود و اونا میشنیدن اون دو چه خبره. و اون فردی که مأمور انتقال مانیترینگ بود وقتی شنید در خانه چه گذشته و او رو... بله گوش بدیم. گوش. خواهرم خودتو بپوشون که من آسیب نبینم، اینو تبدیل به حیوان کردن. کجا آزاده؟ که باید از حق خودش دفاع بکنه بگه من حیوان نیستم، من مغز دارم، من درک دارم، من زنم، دخترم، مادرم رو باور دارم. مرد ایرانی هم آزاد نیست، برای اینکه کل اون جامعه زیر پوشش ستمه. من تمامی حرفامو ضمن باورم برای زنا، این که گفتم سازمان زنانی وجود نداشته باشه، این کسر شأن زنها نبود، این کنار زن و مرد رو کنار هم دیگه قرار دادن، به همبود انسانی اندیشیدن بود، این باور منه. در چارچوب خانواده هم زیر همون سلطه جمهوری اسلامی، مادر توان این رو داره که بچه هاش رو جوری پرورش بده که باورهای درست داشته باشن. بله، همون شنود باعث شد ماجرای کشتن برملا بشه. اون کسی که مأمور شنود بود این رو به پیش آقای حجاریان برد، بعد به نزد آقای خاتمی. آیت الله خامنه ای قبول نمی کرد، می گفت این کار دشمنه. بعد براش بردن صدا رو، اعترافات کاظمی رو براش پخش کردن. بله، موسوی نژاد. و
و سرانجام آقای خامنه ای هم پذیرو و قربان علی دوری نجف آبادی ملقب به ماسبند، ایشون هم که عامل کشتار بود، کسی بود که گفته بود بچه های کانون نویسندگان رو بکشید، کلک همه شون رو بکنید، قبلا فلاحیان میخواست تو دره بندازدتشون. و اصولا طرح کشتارها طرحی بود در زمان فلاحیان با سناریویی که سعید امامی نوشته بود انجام شد. من نامه سعید رو در کتابم دارم و در فلاحیان مردی برای همه فصول جنایت بخش چهارم قتل‌های زنجیره‌ای، و در اونجا در این نامه رسما میگه بعضیا خودشونو گاندی میبینن، همون تیتری که نورا فاخوری برای فروهر انتخاب کرد. بعضیا خود رو در مقام واسلاف هاول میبینن که مختاری و پوینده رو میگفت. بعضیا رو ازشون مدرک داریم، میتونیم با اون مدرک وادار به سکوتشون کنیم. بچه‌ای رو میگفت که اعتیاد داشتن، مشکلاتی داشتن، مچشون رو یه جا گرفته بودن. و آدم‌هایی مثل سیمین بانو، مثل هوشنگ گلشیری، مثل رضا براهینی، مثل محمد علی سپانلو، اینا همه در لیست بودن که باید نابود می‌شدن. همه‌شون رو باید می‌کشتن. و گلشیری که شانس آورد به خاطر نشستن یه افسر وظیفه در ماشینش نجات پیدا کرد. سپانلو اینا بعد رفتن در تیمی زندگی می‌کردن. سیمین بانو همینطور مراقب بود و دکتر براهینی هم کم کمک نرم نمرک زمینه رو چید و از کشور خارج شد. برنامه تصفیه شامل بود، 90 نفر رو میخواستن بکشن. در این میان حاجی زاده شاعر کرمانی و کودک بیگناه و نازنین، خودشم بیگناه بود، تو حیات اینا رو اومدن به شکل وحشیانهی به قتل رسوندن. ببینید من اعترافات اینا رو خوندم، یادداشتاشون رو خوندم. یکیشون به من حتی تلفن زد. اینا آدم‌هایی هستند که در واقع اساره جمهوری ولایت فقیهن، دست پرورده اون نظامن. وقتی میرن فروهر رو بکشن، پروانه مریضه، 41 درجه تب داره، اتاق بالاست، سر و صدا میشنوه، میاد در پلا، میرن میگیرنش. آقای مرد نامحرم دستش به زن نباید بخوره، میگیرن جلوی چشم داریوش، سینه زنش رو آوردگاه کارت میکنن و جلوی پروانه که عاشق داریوش بود سینه مردش رو. اینا اینقدر وحشی بودن. محمد مختاری رو به وضع وحشیانه کشتن، محمد جعفر پوینده رو، هر کدوم از این بچه ها رو به وضع وحشتناکی کشتن. پیروز دوانی رو آب کردن، مثل امام موسی صدر که قذافی جنایتکار تو اسید حلش کرد، تو استخوناش هم نمیتونن پیدا کنن. اینها هم پیروز دوانی رو آب کردن توی اسید. نگاه کنید با چه قوم و ظالمینی روبرو هستید. فلاحیان رو باید واقعا جنایتکاری که از نو باید شناخت. قربان علی دوری ماسبند نجف آبادی با اون قیافش و با اون مثل قیافه موشش، این آدم جنایتکاری است که ده‌ها تن رو به قتل فرمان داده. توی زمین فوتبال به موسوی نژاد میگه، کاظمی میگه پس چرا نمیرین کلکشون رو بکنین، زودتر برین کلکشون رو بکنین. و وقتی بهش میگن حاج آقا زنش هم اینجاست، تلفنی صدا ضبط شده، میگه زنرم کلکشو بکنی. و میدونید با چه فتوایی؟ فتوای آیت الله خوشبخت، پدر همسر آقا مصطفی، پدر همسر آقا مصطفی خامنه ای. آقای خوشبخت یه پسری داشت در وزارت ارشاد، مدیر کل مطبوعات خارجی بود، بسیار آدم با شرفی بود. اون برعکس پدرش در برابر سعید مرتضوی در جریان قتل زندیات زهرا کاظمی ایستاد و گفت مرتضوی دروغ میگه. بعدم نوشت، بعدم از کار دولتی کشید کنار. ولی آقای خوشبخت
به استناد مطلب دروغینی که حسین بازجو نوشته بود، شریعت مداری مدیر کیهان فتوای قتل رو داد. حسین بازجو نوشته بود رئیس حزب دو نفره ملت ایران در جمعی عصمت فاطمه زهرا را انکار کرد. بعد استفتا کردن از آقای خوشبخت، کسی که عصمت فاطمه را انکار کند حکم شرع در برابرش چیست؟ گفتن قتلش. بدین ترتیب او رو به قتل رسوندن. آدم مقایسه میکنه، هنوز قربان علی ماسمن تو دستگاهه، سازمان بازرسی کل بهش میدن، بعد عضو خبرگانه، بعد تو دم و دستگاه هست، بعد حقوق ویژه داره. من حقوق ویژه که میگم، اومدن یه حقوقی تعیین کردن برای مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی، 10 میلیون تومان. 10 میلیون تومان در ماه بهشون میدن، اتومبیل راننده و حداقل یه محافظ، تا 5 محافظ هم دارن. خانه ای هم قربان علی دوری داره تو شمس‌آباد، پشت همون وزارت اطلاعات یه مجتمع بزرگی ساختن، همین ماسپند، فلاحیان، ری شهری، البته بیشتر میره شهر ری، تو موقوفات اونجا برای خودش یه قصد ساخته. اینا در اونجا هستن، مجتمع اطلاعات. فکر کنی چه جانورایی در اونجا هستن، چه کسانی در اونجا هستن. این آدم به مرحوم آقای منتظری خیانت کرد، به همین دلیل هم شغل گرفت و نگرش داشت. با پوزش. بله آقای فلاحیان، عجیبه. من نمیدونم این آدم چجوری میتونه، با خودش نگاه کنه. آقای خوشبخت چجوری اینا میتونن با وجود خوشبخت، البته رفت، حالا اگر جهان دیگری باشد اونجا باید پس بده. داستانه بریم سر به هر حال 18 سال روز ذبح اسلامی داریوش و پروانه، خاطر دردناکی رو زنده میکنه. پرستو جان، میخوای دوباره امروز یاد روز ذبح اسلامی پدر و مادرت رو مراسمی برپا کنی؟ البته اگر حضرات بگذارن. کار به جای رسیده که نماینده مجلس آقای صادقی هم اعتراض کرده، گفته هم اون قتل فجیعشون شرم‌آوره و همین که جلوی مراسم یادروزشون رو میگیرن. حداقل درود به تو آقای صادقی که اینقدر شرافت داری که این حرفا رو بازگو کنی. به هر روی، نکته که میخوام بهش اشاره کنم این بازی است که در مشهد رخ داده. یک کارتونی رادیو فردا گذاشته بود، خیلی قشنگ بود. مشهد شده بود یک استان خراسان، یک کشور مستقل، و آقای مطهری ویزا میخواست و علم الهدا بهش ویزا نمیداد. البته این تصویر بیش از اون که علم الهدا باشه، آقای خامنه ای رو به یاد آدم میاره، من نمیدونم، یا آقای رئیسی رو. ویزای ایشون رد شده. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد سخنرانی داره، دادستان مشهد سخنرانی ایشون رو لغو میکنه. کنسرت که نبود، حالا بیا بگم کنسرت امام رضا، از کنسرت خوشش نمیاد، خیلی هم خوشش میاد. این آقای مرداد خان رضوی که تمام برنامه های ما رو مانیتور میکنه، برای ما هم مرتب مینویسه و گاهی اوقات هم باورم نمیشه یادم تحصیل کرده، به اندازه همین ملاهای بی سواد قم خرافاتی میشه، یه چیزایی مینویسه که اصلا باورم، واقعا برای من باور کردنی نیست، یه آدم روشنفکر که تحصیل کرده. در هر حال این آقای علم الهدا و آقای داماد محترمشون آقای سید ابراهیم رئیسی، دو انسان فاسد، دو انسان بی خدا و ضد خدا، سلطه‌شون رو بر خراسان برقرار کردن، خراسان رضوی. گفتم براتون در شرح احوالات امام رضا چندین نکته رو آدم میگه. یکی اینکه ایشون طب میدونسته، با طب آشنا بوده، یکی آدم بسیار خردمندی بوده، اهل تاریخ و ادبیات و فرهنگ و شعر و غیره بوده. مأمون مجالسی میاراسته که ایشون در اون مجالس به عنوان ولیعت حاضر میشده،
و در این مجالس موسیقی هم میزدن، حتما موسیقی میزدن و هیچگاه موسیقی نهی نشده. حالا یه جایی اسم آلت طرب آورده، در قرآن هم حکم محذوریت قطعیش وجود نداره، به جهت اینکه میگم قرآن بر پایه مراحل اسلام و جایی که نازل شده گاهی اوقات حرفایی در تعارض با هم داره که بستگی به زمان و موقعیت حرفا تغییر کرده. در مکه هیچ وقت در تحریم شراب و هیچ کدوم اینا آیه نازل نشده. در مدینه است که اسلام قوت میگیره و این کارها به عنوان کارهای منهیات نفی میشه و ممنوع میشه. در حال موسیقی دیگه اینقدر مشکل نیست که آدم بیاد مثلا صدای شجریان رو در شهر رضا ممنوع اعلام بکنه. در همین شهر قم کنسرت برگزار میشه یا در مشهد. منتها من بهتون بگم مشهد همیشه آزادی بیشتری داشته. همیشه در گذشتم ده ها سینما، تئاتر نادر در مشهد، یه تئاترهای خوب مشهد بود، برنامه های عالی اونجا میگذاشتن. هتل باختر مشهد هتلی بود، تمام اهل دل در اونجا جمع میشدن و این آقایون اومدن، این دوتا تحفه به خصوص بیشتر روز به روز فضا رو ارتجاعی تر و آلوده تر کرد. آقای مطهری سخنرانی داره میخواد بره اونجا، وکیلش میگه که دادستان جلوی اینو گرفته و شکایتی علیه دادستان تسلیم قوه قضاییه کردن. گفت به کی شکایت میبری؟ قول میبرم برم. آقای همدانی لغو سخنرانی مطهری رو اقدام غیر قانونی دانسته. خب حالا همه اقدامات اینا قانونیه، همه اقدامات قانونیه. مطهری گفته امیدوار نامه ممنوعیت سخنرانیش از جانب علم الهدا نوشته نشده باشه. فرماندار مشهد رو هم آقای وزیر کشور عوض کرده، پس فرماندارم نقشی داشته یا بی عرضه بوده. به هر حال جنگ دیگه، جنگ مغلوب است. یه طرف آدم خاران هستن، کسایی که برجام خیلی عصبانیشون کرده، ناراحتن، دکون مافیا رو تعطیل کرده، به هر حال علم الهدا هم سهمی برده از رستم قاسمی و اینا به هم ریختن و هر جوری میخوان دولت رو بزنن و میخوان کاری بکنن که روحانی انقدر بی آبرو بشه در سر انتخابات، با اینکه آدمی ندارن روبروش، با ضعف و بدبختی برنده بشه. این هدفشون. درنگ کوتاهی میکنیم بریم یک ترانه مرضیه بانو رو بشنویم، متا این بار با یه اجرای دیگه بسیار زیباست. بریم گوش بدیم و بعد بازگردیم و در خدمتتون باشیم. Thank you.
درود دوباره به شما و به سارا حمیدی. عجب زیبا بود.